حتما میدونی که چی کارت دارم. فکر کنم بدونم. قبلا هم بهت گفته بودم این آدم خطرناکه، گوش نکردی. بهت گفتم دوربر این آدم نپلک، گوش نکردی. بهت گفتم کار کردن تو دم و دستگاه این آدم آخر عاقبت نداره، گوش نکردی. دروغ پشت دروغ تحویلم دادی. هیچ کدوم اینا عیبی نداره، اما الان دارم بهت میگم بکش کنار. این رایی که تو داری میری بیراه هست، ولی من این بیراه رو به اون رایی که شما جلوی پام میذارین ترجیح میدم. ببین پسرم، تو موقعیت خوبی داری. هر جوری که کار کنی میتونی خیلی زود خودتو جمع جور کنی و زندگی خوبی واسه خود دست و پا کنی. زندگی خوبو بذارین خودم تشخیص بدم. من حال و حوصله حقوق استاد دانشگاهی و معلمینا رو ندارم. به جهنم که نداری. درست حرف بزن بیا. خیلی خوب، شرکت بزن، کار کن، ولی ترک تحصیل نکن. پس تحقیقاتم کردین؟ گفتن ترک تحصیل کردن؟ تحقیقات نمیخواست، به دوستت زنگ زدم. امری نداریم. بشین سر جات، بابا داره باهات حرف میزنه. میزنم تو دهنت. آ از مادرت بپرس تا بفهمی چطور شد که من انداخت تو هلفتونی. آخر عاقبت آدم فروشی همینه. داری دیگه نکن. آره من آدم فروشم. من خانواده خودم و مردم به این آدم فروختم. اگه اون روز لوش داده بودم الان پاپیچ بچه من و بچه های مردم نمیشد. بگو ببینم کی گفته که معرفی یه قاچاقچی، یه رشوه‌خوار، یه دزد، یه قاتل آدم فروشیه ها؟ اگه اون روز سکوت نکردم و همه چی میگفتم، امروز کلاف نمیشد تا بپیچه تو دست و پام. میخوایم بدونی من چی فهمیدم؟ من فهمیدم اونی که نمیخوره و میگه نخور، اونی که نمیکنه و میگه نکن، دستش نمیرسه، عرضه نداره. لنگون لنگون با ترس و لرز میره جلو و میخوره زمین. بعدم گناهشو میندازه گردن اینون. وقتی هم کم میاره آدم لو میده. تا اونجا که من فهمیدم شما اصلا چیزی نداری که نگی. الانم رفتار خودتون کلاف شده، پیچیده دو دست بالاتون. کلت خیلی باد داد پسر. منم عین تو بودم. یه روزی آقا جونم مچ دستمو گرفت و کشی یه گوشه، گفت بیشتر از درآمدت رشد کردی. روزگار جنگ بود و کپون، خونه ارزون بود ولی مردم پول نداشتن بخرن، ولی من اینجا رو خریدم. این خونه که میبینی با این همه مبلمان که از چشم شما افتاده، اون روزگار اگر کسی داشت پولدار به حساب میومد. آقا جونم منو کشید یه گوشه، گفت میدونی چه روز عاشورا، همه نصیحت‌های امام حسین تأثیری روی مردمه. مسلمون نمازخون نداشت. گفتم نه آقا جون نمیدونم. گفت خود امام روز عاشورا فریاد زد برای این که شکم‌های شما از لقمه حروم پر شده، بدن‌های شما از گوشت حروم فربه شده، به خاطر اینه که هر وقت تو گوشتون نمیره. اون موقع نفهمیدم که آقا جونم چی میگفت، اما الان میفهمم. بخش دوم برنامه را آغاز میکنیم با سلام و درود به هموطنان ترک و لور و کرد و بلوچ و عرب و فارس و ترکمن و مازنی و گرجی. به این هم فکر کن اگر دانشجویی، اگه 3-4 واحد خوش برخورد بودن پاس میکردیم، نه تصحیح میکنم، اگه 3-4 واحد خوش برخورد بودن میگذروندیم، آیا واقعا پاس میکردیم؟ من رو سر کار نمیرم، برای نهارم نمیام. شب خونه هادی اینا این. شما با یونس بریم، من بعدا خودم میام. حالا کجا؟ میرم پیش یکی از رفقای قدیمی. فهمش نسمش؟ ها دیدمش. چه جواب نمیدی؟ وایس کارت دارم یه دقیقه. بابا من نمیخوام تو رو بخرم، اصلا باهات کاری ندارم، ریشم هم دست تو گرونیست. تو 15 ساله چی نگفتی، پس شریک منی. همین اینی که تو گرفتی 1000 حقتم نیست. بنویس آقا من تره اینا نشو. بنویس آقا.
زحمتشو تو کشیدی، زندانشو تو رفتی، حقته. حقو نمیذارن تو زمین از آسمون بندازن زمین. فریدون خانم قد داره که زکات مالش 10 برابر این میشه. فکر کن داره زکات میده. تو هم واجب و زکاتی؟ حروم حرومه. زکات با باج سیبیل و حق و سکوت فرق داره. بلش دار. یعنی باور کنم که تو همه این پولو میخوای به من بدی، اونم بدون هیچ نقشه ای. چه نقشه ای مرد مومن؟ تو حقته، ورش دار. عمل به نیته. نیت این بابا رشوه است. داره از لجنای تلمبار کرده به زندگی پاک تو میپاشه. ماهی رو هر وقت دزدی کرده، آدم کشته، خون مردم رو تو شیشه کرده. آخ چقدر آدم رو به خاک سیاه نشونده. برش دا، برش دا مرد، یه سر سامونی به زندگیت بده. پسرت هم وقتی بینه پدرش سرش به تنش میارزه میپره تو بغل باباش. این دیگه رشوه نیستا، پول خودمه، خودم دارم میدم. فریدون خان از سیر تا پیاز همه چیزو برام تعریف کرده. دیگه هنات برای من رنگی نداره هاتف خان. حالا که چک این آدم دستته واسه من دیگه جانم عذاب نکش. بساطه نصایحت هم برو یه جای دیگه پهن کن. برو. قول دم به پسرت هم میگم که دور برای شرکت من نپلکه. خوبه؟ با این پول برو برای پسرت یه شرکت بزن. خودت هم کنارش واسا. هر جورم که دلت میخواد تربیتش کن. یعنی هیچ کلکی تو کارت نیست؟ 700 میلیون تومان. مرد و برو مرد. ما همه مال یه خانواده ایم. در صورت من برای یه فردا شب دعوتش کردم، چاره‌ای هم نداشتم، رئیسم دستم زیر ساتورشه. کار اداره چه ربطی به خونه داره؟ بابا زورکی که نیست، یه درخواستی کرده، منم نخواستم روشو زمین بندازم، نتونستم. آقای احتشام به هاتف خیلی لطف داره. چش تو چشن ایران جون. شما دخالت نکن. اه 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 عزیز جون، شما آقا جون راضی کن، هانیه با من. من فقط اجازه میدم بیاد خواستگاری. من این مرد و شایسته نمیدونم. دختر من فقط بچه دار نمیشه. کر و کچل و کور و اینا نیست که، دختر نجیبیه. من به این مردی که زن داره دختر نمیدم. عزیز من گوش کن، زن خودش راضیه، خود زن پا پیش گذاشته. ایشون غلط کرده با شما. آقا من این لنجو گفتم خالی کردم بچه ها، ارزیابی هم شده، بارش هم ترخیص شده، نارویلم پیشتنم روش که بعدم بیام دارم. اوکی اونا که هنوز بیمونده اونتون. اونا هنو بازرسی نشده. چی بازرسی نشده؟ مگه نه با هستر همین؟ بچه دارن کار میکنم. اونا زودتر راک میخواییم بزی اینجا تخلیه بشه بابا جم. حالا اینو بگذاریم آقا، مشکل میدونی چیه؟ یه میگن که هانیه هم سن و سال دختر شماست. حالا سن و سال هم هیچ، سن فراموش کنی. مشکل زن داشتنتونه. من مطمئنم که عزیز آقا جون موافقت نمی‌کنه. اینو مطمئنم. اصلا نباشی. مشکلشون فقط همینه. مشکل کوچیکی نیست. بله. مشکل کوچیکی نیست. باید حلش کنم. من مرد حل مشکلات بزرگم. این زن سرطانه به جونم. عاطف. اینقدر پول داریم خبره؟ نه آقا. آمدید. اینقدر پول داره که با پولش میتونیم مثل شاهای قاجار زندگی کنیم. زنی که 1 متر زمین به جونش بسته است. سرطان نیست. سرطان نیست. از سرطان بدتره. بعد چی میدرمانیش کنیم؟
بله حق با اوناست، درست میگن. حرف حساب جواب نداره، پدر مادرت درست میگن. حرف حساب جواب نداره، محلش میکنم. درست میگن، حرفشون بسیار درسته. من حلش حلش میکنم. سریتر سریتر بریم برسیم به مجلس. چه عجله ای داریم ما که همش یا تهران مجلس بودیم یا اینجا مجلس خر. چرا اینقدر عجله میکنیم؟ میگم حالا جای شکرش باقیه که بچه هاش همراهی زنش نبودن. شانس آوردن دیگه. حالا این در کی باز میشه؟ این در، در بسته کی باز میشه؟ وقتی که زن جدید، برادر زن جدید، سمت جدید. بابا چرا ناراحتی قربونت برم؟ بیا بریم دیگه، اتفاق برای همه میفته دیگه، تصادف پیش میاد. بریم عزیز، بریم. پیش میاد، کسی که دلش نمیخواد از قصد بری زیر ماشین رفته دیگه، تصادف کرده دیگه. شما قبلن هم گفتین که هانیه رو سر هوون نمیدین، درست، ولی الان این تصادف اتفاق افتاده، زنش هم مرحوم شده، خود فریدون هم بند خودو عین مارگزیده به خودش میپیچه که این بچه‌شو چیکار بکنه. میاد چی میگم مادر؟ یه دقیقه گوش کن، یه دقیقه. من میگم هانیه که بچه دار که نمیشه که، بره بچه‌های اینو مادری بکنه، بعدش هم تو پول و ثروت و راحتی غلط بزنه. ببین خوشبختی و بدبختی تو و ده نسل تو به این یه برگ چک بستگی داره. سرمایه دار میشی، مورد احترام خاص عام میشی، مسجد و مدرسه میسازی، به یتیما کمک میکنی، پول این آدم به راه خیر خرج نمیشه، اما تو میتونی به راه خیر خرجش کنی. پول حروم در راه خیر خرج نمیشه، خودتو گول نزن. خوش اومدی. چه خبره؟ باز که سگرمات تو همه. سلام علیکم. بیا اینم چکت. شما کاری نداریم، من میخوام دو کلمه با این فامیل و رفیق عزیزم تنها صحبت کنم. بفرمایی، خسته نباشی. چیه؟ رقمش پایین بود؟ جوجه چینی بخور، خوبه، نجس نی. یونس درون وایساده، تو بهم قول داده بودی. چه کنم؟ با اینکه به یه جوون لایق و با عرضه مثل آقا پسر شما توی دم و دستگاه احتیاج دارم، ولی قول میدم صبح علی طلوع
پسر گلت توی بغل بابا جونش باشه. خوبه؟ گوش کن ببین چی میگم. بفرما. من حرفم رو دوباره نمیزنم. بهتره تو آب از آب تکون نخورده یونس رو از دم و دستگاهت بیرون کنی. چشم، گفتیم که تصفیه تمام. اخراج دیگه بین من و تو هیچی نیست. تمومش کن. پا تو رو دومم نذار. من کی پا رو دوم تو گوشتم عاطف جون؟ خود تو با اون رو نزن. من مثل بقیه نیستم که گول خط و خالتو بخورم. اینم میدونم که پشت این ظاهر پرزرق و برقت چی قایم کردی. یونس هم اینجوری الکی تو دم و دستگاه تو پیداش نشده. بشین سر من واسه دیالا. بشین بابا. من و تو یه بار در این مورد با هم حرف زدیم، خیلی خوب و مامانم به نتیجه رسیدی. من فروشی نیستم. همین. چرا؟ نرخ ما عادلانه نبود. تکرار نمی‌کنم. اگه یونس فردا نیاد و چیزایی رو که لازمه به پدرش با احترام نگه، یه راست میرم پیش پلیس همه چی رو بهشون میگم. شلوغش نکن پسر خوب. تو چیزی نداری بگی که پلیس دنبالت راه بیافته. اون حرفایی هم که یه دفعه زدی یادته؟ فقط باعث شد ما رو با اردنگی انداختن بیرون. فقط دو تا جملهشو نگفتی که اونم مزدشو گرفتی. حالا هم میتونی با هم مذاکره کنی. پیادشو با هم بریم. واقعا فکر میکنی من چیزی نمیدونم؟ بدبخت، من خیلی راز دارم، خیلی. تصادف زنت، اون گرجی بیچاره، اون پلیس آگاهی چی بود؟ تو گمرک انداختینش تو آب، دو روز بعد جنازش تو ساحل پیدا شد. کتک زدن مدیر بخش سرجمداری، تو اون شب بارونی کور شد، زنده است، مرده است، نمیدونم. تو اسید پاشی به صورت مریم بینوا، میدونم کار تو بوده. دو تا کارگاه تند و تیز هستن که فکر میکنن چون دختر با حجاب بوده باهاش برخورد کردن. خیلی هم سخت دنبال موضوع هستن. یه خورده اطلاعات بهشون بدم فکر کنم اوضاع فرق کنه. آره بگو. یه دفعه بگو لایه اوزانم من سوراخ کردم. اون دو تا برجای دوقلو بود تو نیویورک. من زدم انداختم، خوابوندمش رو زمین. داری بدجوری پا رو دم من میذاری. یادت باشه تو داری به یه سرمایه گذار بخش خصوصی، به یه شهروند محترم تهمت میزنی. بعد میبینی در با دوباره میافتی تو هلوف دنیا. آره به این که میدید یه روزی که از خیابون رد میشم تو صورتم اسید بپاشن، یا یه نفر شیلنگ ترمز رو پاره کنه من بچسبم به آسفالت خیابون. ولی داری ولی میگی. خودت هم میدونی دروغه. اومدی منو تلکه کنی. سر کیسه. من بدون این 700 میلیون تومنم زندگی کردم و زندگی خواهم کرد. نیازی هم به صدقه و تلکه ندارم. گوش کن چی دارم بهت میگم. من دارم میرم خونه. اگه یونس برگشت با عذرخواهی که هیچ. اگه نه یه راست میرم پیش پلیس. بعدم مستقیم میرم خونه خواهرم. بعدم هم نمیاد که بچه‌ها خونه باشن و قصه کشته شدن مادرشون رو بشنون. میری پیش پلیس چی میگی؟ میگی من از یک قتل آگاهی دارم؟ میگن تا حالا کجا بودی؟ چرا سکوت کردی؟ شریک جرمی. آره حضرت عالی، شریک جرم. اگر بتونی جرمی رو ثابت کنی بازم شریک. اون موقع مطمئن نبودم، حالا مطمئن شدم. بالاخره قاضی عادلم تو این مملکت کم نیست. البته هوادارهای بخش خصوصی هم کم نیستن. ما ها کسایی هستیم که سرمایه‌مون رو نبردیم دبی، تو همین آب و خاک نگه داشتیم و به تولید و اشتغال زایی زدیم. که شما اینجوری به ما تهمت بزنین، به ما توهین کنین، نمیتونین ببینین، نمیتونین ببینین. حرفایی هم که میزنی صد من یه قاضه، هیچ کی بهش توجهی نمی کنی. راحت. شت. تا فردا همین موقع بهت فرصت میدم. یادت نره.
ریا بشی اول یه قاچ از این بخور بز خونه رقیق بشه بخو نمیخورم خونه تو رقیق میکنه خوبه خودم میل میکنه اوه اوه شد نخوردی مثل چماق میمونی تو هم بابا نه شوخی سرت میشه نه جدی والا عجب آدم نروی هستی خودمونی تا راه معامله هست خط تو نشون واسه چی چطوره درباره اون با زبون دلار صحبت کنیم دلار پول ریال درهم دینار دیگه هیچ حرفی واسه گفتن نمونده من باید برم باشه اگه یه صفر ناقابل جلو این رقم بذارم چی؟ صفر دیگه ارزش جر و بحث رو نداره که پسرت هم صبح علت طول و اخراج خوبه؟ بیا اینم 7 میلیارد تومان از پشتت بخورن بازم برات زیاد موشه چونت بفرم دیگه چی ما تسلیم من خودم شروع میکنم با شعر خداحافظ اگر اون ترک شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را متحر تو صاحب میگه اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را هر انکس چیز میبخشد زمانش که خیش میبخشد نشون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را آفرین امیالی تو یه شاعر تهرانی میگه اگر آن مهرخ تهران به دست آرد دل ما را به لبخند ترش بخشم تمام روح و معنا را سر و دست و تن و پا را به خاک گور میبخشند نه بر آن دلبر شیرین که شور افکنده دنیا را آفرین آقا مرتضی شما استاد شهریار میگه اگر آنطور که شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندوش بخشم تمام روح و اجزا را هر آن کس چیز میبخشد به سان مرد میبخشد نه چون صاحب که میبخشد سر و دست و تن و پا را سر و دست و تن و پا را به خاک گور میبخشند نه بر آنطور که شیرازی که شور افکند دلها را بالاخره گفته آفرین بالاخره با هر زحمتی حالی دوبت بریم اگر آنطور که شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم یه من کشک و دو من قارا اینم چای شماها را دست شما دست شما دست نکنه عروس خانم صبح قارا یعنی چی؟ قارا قره قرود خوردی؟ بله همون قره قرود نه خوردم همه چه خوردم پس افتادی زحمت چیه با دور همین میگم آقا عاطف دیر نکرده چرا همون خوب بودیم این جدیده بیا این مال شماست آقا مرتضی این مال شماست مطهر خان درست هم نوشتم بتونی بخونی اینم مال شماست آقا امیرعلی مطهر نوشتیم آفرین حالا بخونیم مطهر بخون ببینم اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دل ما را به قال هندوش بخشم سریر روح هر وارا کسی که دل به دست دارد محتاج بدنها نیست که تو
بخشیدیش او را سر و دست و تنو بار پارا. آفرین امیرعلی. چنان بخشیده حافظ جان سمرقند و بخارا را، که نتوانسته تا اکنون کسی پس گیرد آنها را. از آن پس بر سر پاسخ به این ولخرجی حافظ، میان شاعران بنگر فغان و جیغ و دوارا. وجود او معمایی است پر از افسانه و افسون، ببین خود با چنین بخشش معما در معما. آفرین آقای مرتضی خان. هر آن کس چیز می بخشد به زعم خیش می بخشد، یکی شهر و یکی جسم و یکی هم روح و اجزا را. کسی چون من ندارد هیچ در دنیا و در عقبا، نگوید حرف مفتی چون ندارد تا به اجرا را. خب من اگر اونطور که شیرازی به دست آرد دل ما را، بهایش هم بباید او ببخشد کل دنیا را. مگر من مغز خر خوردم از در این آشفته بازاری که او دل را به دست آرد ببخشم من بخارا را؟ نه چون صاحب ببخشم من سر و دست و تن و پا را، و نه چون شهریارانم ببخشم روح و اجزا را، که این دل در وجود ما خدا داند که می‌ارزد هزاران ترک شیراز و هزاران عشق زیبا را. ولی گر ترک شیرازی دهد دل را به دست ما، در آن دم نیز شاید ما ببخشیمش بخارا را. خب برای دفعه بعد اینو همه رو حفظ می‌کنم. من میگم این دست بزنیم بس خودمونی. آفرین من آفرم. آفرین تر خوب کنتی از رو آفرین. منم خوب بودم میگه فقط شما که باید خوب دیگه. من از دوتاشون بهتر خوندم، حتی از عمو هم بهتر خوندم. کی میگه تو بهتر از ما خوندی؟ تو که اصلا محشری هم میره. نه خیلی من بهتر خوندم، چون من پنشلم تو 10 ساله ای، مگه نه بابا؟ بابا تو چی بگی؟ تو هم خوبی دیگه. اه مریم جون سختش نبود با پای شکسته بره جمع کردن؟ دوستاش اومدن بردنش. زیارتش خالی میشه. جان پای شد. الو؟ اینه همین. جان سلام. نه اونه. خوبی؟ اینه. نمیدونم باباتم نیومده، دلم هزار رو رفته. نگران نباش مامان، بچه که نیست. نیومدن من تابلو شده. خب معلومه که تابلوه. مگه پسر من برگی چغندره که بودن نبودنش فرقی نکنه؟ انقدر که از نیمدن بابا دلم شور افتاده، از نیمدن تو دلم خنک شد. مریم خانم رو فرستادن جمع کردن. خوب شد نیمدی، مادر سنگ رو یخ میشدی. مامان میفهمن من پشت خطم. نه اونا اون ورن نمیشنون. خیلی خب وقتی بابا اومد اول قانعش کن که چرا من اونجا نیمدم، بعد بهم زنگ بزن. خیلی خوب خبری شد به منم یه زنگ بزن. فعلا خداحافظ. خیلی ناراحتی نرفتی؟ مامان که خیلی خوشحال بود، ولی از نرفتن بابا خیلی نگران بود.
مگه بابات هم بیخیال مهمونی شده؟ بابای من جونش خانداداششه، نه سر کار بود نه خونه عمو اینا، موبایلش هم جواب نمیده. دلم شور افتاد واسه شون. میگم بازم به موبایلش زنگ بزن، شاید یه جایی بوده که نشنیده. مادر کمک کن دیگه. چی میدونم من؟ اینه همینه. نه من میگم اینه. نه اونه. اینه گفتم میگم اونه. نه من در دسترس نمی باشد. چه بحر نمی داره. یعنی چی؟ ببخشید. شاید جلسه ای چیزی. جلسه؟ با مشتری های خوشی. می حاضر. آفرین. مرغه اومد آب بخوره افتاد تو روزه. دست درد نکنه زنم. خواهش میکنم. گنجشکه بوده. جوجو. اصلا تا داشت مرتزا. خب. من میگم درش بیاری. من میگم خوشکش کنی. بریم دزدی. من میگم بریم دزدی. جواب خود را که یادم من کله گنده. من عجیبه چرا از بابا خبری نمیشه؟ احتمالاً یادش رفته زن باد بیاد اینجا. اگه خونه کس دیگه ای بود شاید، اما خونه داداش هادی مگه میشه؟ هر جا هستم با یونس سرم وجود پیداش میشه. من میگم شام بخوریم واسه بابا حاتف نگردیم. واسه یونس نگه نداریم. عجب داداش هستی تو. واسه یونس هم نگردیم. شاید هم با هم نباشن. بر نمیداره. میخواییم شامو بکشیم. آه حتی موبایلشو گم کرده، داره دنبال موبایلش میکرده. خود من دو سه بار پیش اومده. میدونم. نه همه دارم به من تلفن میزنم، من دارم به خودم تلفن میزنم که ببینم موبایلم دست کیه، کجاست. آخرش هم یه نفر جواب داد، گفت تلفن همراهتون دست منه، کجا بیارم شیرینی بگیرم؟ زنمو به شیرینی دادی؟ آره آورد داروخانه، کلی شامپو و صابون و من چیزا چیزا برداشت. اومد کلی بسوار کرد پولشو بده ولی ما دیگه نگرفتیم ازش. زنمو دست در نکنه که شامو میکشی. الان عزیزم میارم. خوشتم دیگه جوونم دست و کار کلی فرق کلی هست. سر کار و زندگی و اون مشغولم سرم. جواب نمیده. میگم اصلا شماره بده من خودم زنگ بزنم، میذارم رو تکرار تا بشنو جواب بده. نمیخواد، خوب نیست تو زنگ بزنی. از بابات خبر نشد؟ زنگ زدم جواب نداد. مامان بابا همین یه زن رو داره دیگه. ای خیلی خوب، چه در از حرف زدن خفه میشم. نه نیومد، ما شامون رو خوردیم. دلم خواست بگیرم دیگه. داریم جمع میکنه بریم خونه. تو هم برو خونه، نمیخواد بیرم. باشه میام، ولی اول میرم یه سر به عزیز میزنم بعد میام پیشش. کجا؟ خیلی خوب، برو پیش عزیز. باش ما هم دیگه میام. خدا مریم. میگم بابا حالش میتونست به جمع کنم. نه آره دیگه جمع کنم. حالا تو من کارو کنم وقتی به موزنی نزه خبر ندیم میبینی چه علم شنگی نداشت. نگران نباش دیگه، بالاخره همیشه یه خبری میداد. ببین اصلا فکر کسی زنگ بزنه خبر بده باده. حالا که ما بودیم ببین اعصاب همه رو خورد کرده. بله سلام داداش. آخه کجای مرد؟ غذامو یخ کرد، از دهن افتاد. نه شوخی کردم، غذا خوردی. خیالت راحت
خب خب میگم حالا بیا سرپای شامتو بخور برو دیگه. کجا بیا؟ داریم میریم. ما هر جور سلام میده. نه خبری نیست، سلامتی همه خوبه. باشه هر جور سلام میده. باشه عزیزم، کاری نداری؟ قربانت، خدافز خدافز. کجا بود؟ همه چرا زنگ نزد؟ حالش خوبه، حالش خوبه، نگران نباشی. ماشینش خراب شده بود، موبایلش هم در دسترس نبود. بقیهش هم تو خونه بهتون میگم. الان هم تو راه خونه تونه، منتظر تو شما برسی. بهش گفتم بیاد سرپای شامشو بخوره، گفت که خسته است نمیاد. نمیتونستی زنگ بزنه؟ ما دیگه رفع زحمت کنیم، ببخشید. شبتون هم خراب کردیم. باش مامان جان، باش اینجا خوابت نبره. باش قربونت. باش میخوایم بشیم. من تعارف دیگه نمی کنم. هر جو سلام میگیم. باش بچه خوابش بود. با اجازتون ببخشید خیلی زحمت داده زنم. خواهش میکنم. حرفا چیم؟ چه زحمتی؟ خواهش میکنم. باش میخوایم بریم مامان. باش قربونه. امیر باش امو جان. باش نخواب اینجا. میخوایم امو بغلت کنم؟ ها؟ میتونم ها؟ درسته بزرگ شده ولی میتونم بغلت کنم. برو این بچه هم سابرا شدن. گل پسر. برو تو اتاق. یعنی باور کنم که تو همه این پولو میخوای به من بدی، اونم بدون هیچ نقشه ای؟ چه نقشه ای مرد مومن؟ تو حقته. یعنی هیچ کلکی تو کارت نیست؟ یادت باشه تو داری به یه سرمایه گذار بخش خصوصی، به یه شهروند محترم تهمت میزنی. بعد میبینی در با دوباره میافتی تو هلفدونی ها. آره به این که میدید یه روزی که از خیابون رد میشم تو صورتم اسید بپاشن، یا یه نفر شیلنگ ترمز رو پاره کنه من بچسبم به آسفالت خیابون. آلی یا حسین یا آلی یا حسین یا آلی یا حسین. خودمه. او ماشین دزدیدی؟ من میام حالا برای توضیح میدم همه چی بهت میگم. این ترمزش بریده، ماشین مال خودمه. میام اونجا همه مدارکم نشون میدم. حالا اینو صد بار تکرار کردی. میام بالا معلوم. باشه آقا بریم بالا معلوم. آقا دست درد نکنه دیگه. آقا سر شب همینجور داری با خودت کلنجار میری ها؟ چی؟
بیخوابی زده به سرم. چرا؟ همش فکرای ناجور میکنم. از وقتی هم که میخوابم کابوس پشت کابوس. چرا؟ درد داری؟ قلبت؟ نمیدونم. شونت؟ هیچی نیست. خب چی؟ خدایا. بسرم کنی. یه قرص بخور. بگی بخواب. صبح میخوای بری سر کار. خدایا بیا هادی. چی هست؟ از همون قرصا یکی هادی آورده. بیا. خرابترم نکنه. نه آرومت میکنه. از سیگار کشیدی؟ نمیخوای بگی چی شده؟ ها؟ بگو دیگه